14 روز از تحصن ایرانیان در واشنگتن دی‌سی گذشت و حالا روز آخرش فرا رسیده. این تحصن با طرح 3 روزه در 3 ژوئن آغاز شد و بعداً تا زمان نامشخصی تمدید شد که البته زمانش را رسیدن به هدفی که از ابتدا انتخاب شده بود تعیین می‌کرد که همان دیدار با مقامات وزارت خارجه آمریکا بود. گرچه تعدادی از برگزارکننده های تحصن تانستند در روز 3 دیدار داشته باشند با میزه بخش ایران در داخل این وزارت، اما به خاطر اینکه نتیجه این دیدار مشخص نبود تصمیم گرفتن به این تحصن ادامه بدن و آگاهی دهی بیشتری در میان مردم بکنن. از جمله درخواست هایی که این تحصن کنندگان داشتن این بود که هیچ نوع مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی صورت نگیره و پول های بلوکه شده ایران آزاد نشه، اما باز هم وزارت خارجه اعلام کرد که 2.7 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده از عراق آزاد خواهد شد. و در همین حال امروز از این تحصن کنندگان خواسته شد که با آنها صحبتی بشه و قرار هست به زودی ملاقاتی رسمی با مقامات وزارت خارجه آمریکا داشته باشند که حالا در روزهای بعدی بعد از ملاقات آنها مشخص خواهد شد که آیا وزارت خارجه آمریکا درخواست این تحصن کنندگان را خواهد پذیرفت و یا اینکه به آزادسازی پول‌ها ادامه خواهد داد. گروهی از ایرانیان که زیر نظر انجمن همبستگی برای ایران فعالیت می‌کردند، از تاریخ 3 ژوئن به مدت 14 شبانه روز در مقابل ساختمان وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی‌سی تحصن کردند. هدف اصلی این تحصن رساندن صدای اعتراضات مردم در داخل و ایرانیان مهاجر به داخل ساختمان وزارت خارجه آمریکا بود، مکانی که سیاست خارجی آمریکا در آن مورد برنامه‌ریزی و اجرا قرار می‌گیرد. هدف دوم آگاهی رساندن به کارمندان وزارت خارجه و عابران و رسانه‌های غیر ایرانی در مورد وضعیت ایران بود. دیداری که قرار انجام بشه بیشتر روی محتوای گفتگو کار خواهیم کرد. خیلی پیگیر هستیم که این روشن بشه که دقیقاً به چه صورتی وزارت خارجه و در واقع دستگاه سیاست خارجه آمریکا میخوان مطمئن بشن که این اعتباراتی که گفته میشه در قرار تخصیص داده بشه به صورت پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیگیره و حتی این اعتبارات بعداً به شکلی که در گذشته هم اتفاق افتاده نمیتونه در اختیار ایران قرار بگیره، از طریق گرون خریدن غذا و دارو و اون در واقع مایحتاجی که مشخص شده میتونن بر اساس شرایط تحریمات دسترسی داشته باشن و خریداری بکنن، اونها بعداً به پول تبدیل نخواهد شد. ما میخوایم خیلی روشن‌تر بشه که اساس این مذاکرات دلیلش چه در این موقعیت که در واقع تشویقیه و جایزه است برای جمهوری اسلامی که گروگان‌های بیشتری رو بگیره.